الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. صدق الله العلی العظیم. مضطر به کسی میگن که تمام راه ها در مقابلش مسدود باشه الا یک راه، یا راه دیگری موجود نباشه. اگر هم راه های دیگری باشد بنبست باشه. این شخص شخصیه که چاره ای ندارد مگر اینکه اون راه رو طی بکند و در اون راهی که تنها راه چاره اوست داخل بشه. کسی که در دریا داره غرق میشه، خب همه امیدهاش ناامید میشه و متوسل به تنها امید که خداست میشه. کسی که مبتلای به سرطانه والعیاذ بالله و اعاذنا الله منه، این شخص سعی میکنه که علاج بکنه خود را، اما اگر علاج نشد به آخرین چاره میره که همون شیمی درمانیه و علاج شیمیاییه. در روایات متعدد از آقا امام باقر سلام الله علیه، از آقا امام صادق آمده علیه ما افضل الصلاة و ازکى السلام که مضطر امام زمانند عجل الله تعالی فرجه الشریف، و مضطر حقیقی حضرت هستند. علتش هم واضحه، حضرت راه چاره‌ای ندارند، مضطر هستند. چرا؟ چون شخصی که یک هدفی داره، میخواد یک کار بزرگی انجام بده، میخواد وظیفه‌ای که برگردنش هست انجام بده، میخواد مردم را از منجلاب جهالت و گمراهی خارج بکنه، اما خود مردم نمیخوان. دشمنانش بسیار، دوستانش اندک و نادان. خب این شخص مضطر میشه که راه چاره‌ای براش نمیمونه، چه بکنه؟ شخصی داره غرق میشه، شما دستت رو طرفش بلند میکنید، دستم رو بگیر. اون خودش نمیخواد کمک بکنه، نمیخواد خودش رو خارج بکنه از اون ابتلایی که درش هست، از اون اشکالی که درش هست. خب طبعا این شخص غرق میشه و این آقای نجات دهنده ازش کاری بر نمیاد. هدایت دو طرفیه. من در سه فصل خیلی مختصر اشاره می کنم که چرا حضرت سلام الله علیه مضطر هستند. هدایت که فصل اوله خیلی مختصر بیان می کنم، طبیعتا دو طرفیه. خدا در قرآن کریم می فرماید به پیغمبر صلی الله علیه و آله انک لا تهدی من احببت. پیغمبر دوست دارن همه مردم هدایت بشن. وقتی که پیغمبر رو سنگ زدن، بچه ها کودکان در مکه رفتن به طرف کوه، در لبشون این دعا رو زمزمه می کردن اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. پیغمبر مجروحی که به حالت بیهوشی افتادن، مدتی خدیجه، حضرت خدیجه سلام الله علیها دنبال ایشون می گشتن، حضرت امیر دنبال ایشون در کوههای مکه می گشتن، پیغمبر می فرماید اللهم اهد قومی، هدف هدایت. در جای دیگه خدا به پیغمبر می فرماید فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. چرا حسرتشون می خوری؟ انما انت منذر. فقط شما نذیر دهنده هستی.
حسرت نخور حالا اینها جهنمی میشن. اما نه، پیغمبر حسرت میخوردن، دلشون نمیخواست که این قومشون جهنمی بشن، میخوان همه مردم بهشتی باشن. استحقاق هر انسانی اینه که به اون کمال و سعادت خودش برسه که بهشته، و این یه چیز طبیعیه. آقا سید الشهدا در روز عاشورا گریه کردند. چرا؟ که خدایا این مردم به خاطر من دارن جهنمی میشن، ناراحت بودند و اشک مبارکشون جاری شد. این هدف پیغمبر بوده، هدف ائمه بوده که مردم رو هدایت بکنن. لهذا آقا سید الشهدا، خب حضرت علی اصغر که داشت شهید میشد، یا تلظی اون حالت آخره، ماهی رو که از آب بیرون بیارید دهانش باز و بسته میشه، اون لحظات آخر که حتی اگر با آب هم برش گردونید دیگه این ماهی نمیتونه زنده بمونه، میمیره. حضرت علی اصغر در این حالت بودن. آقا سید الشهدا باز هم برای هدایت مردم، خب چرا حضرت علی اصغر اینجوری شهید بشن؟ خب آوردنشون در میان قوم صحبت کردن، این رو بگیرید خودتون آبش بدید. چرا؟ شاید بعد از این قصه باز هم چند نفری از جیش عمر ابن سعد هدایت بشن. و همینجور هم شد. وقتی علی اصغر سلام الله علیه شهید شدن، یک عده اون وقت بود که وجدانشون بیدار شد، قبلش وجدانشون بیدار نشده بود. هست که خلاصه وقتی آقا بعد از قصه حضرت علی اصغر، 3 نفر یا 4 نفر خودکشی کردند، در بعضی از مقاتل نوشته 20 و چند نفر با امام حسین آمدند، یعنی برگشتند به طرف همون لشکر عمر بن سعدی که تا چند لحظه قبل جزءش بودند و مشترک بودند در کشتن اصحاب، در کشتن اهل بیت، برگشتند و مشغول جنگ شدند. حالا اون 4 نفر خودکشی کردن، شاید توفیق شهادت نداشتن که مثلا برگردن توبه بکنن، یا اینکه حالا همون هم قبوله دیگه، اون عند الله. اما حضرت سید الشهدا با حضرت علی اصغر باز هم چند نفری رو هدایت کرد. خب اگر مردم نمیخوان، خب آقا امام زمان چطور بیان هدایت بکنن؟ چطور دنیا رو به حکومت عدل واقعی برسونن؟ نمیشه، چیز طبیعیه. این نکته اول. نکته دوم در اضطرار آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ولی آقا امام زمان طبعا احتیاجی ندارن به ما، کل کون و دنیا رو دارن اداره میکنن، کل موجودات تحت نظر و عنایت آقا امام زمان هستند. حالا چند نفر مردم 6 میلیارد باشن یا 60 میلیارد ارزشی نداره در نظام خلق خدا، اما این قلب رؤوف و رحیم، این قلب عظیم، نه، دلش نمیخواد حتی یک شخص، یک مخلوق خدا دچار و گرفتار غضب خدا بشه. از اون طرف انسان میبینه دشمنانی که از همه سو دارن کار میکنن بر علیه امام زمان، که این نکته دوم بحثه. طبیعتا دشمن یک راه نداره برای مبارزه با انسان، راه های متعددی داره، این یک چیز طبیعیه. یعنی فقط مقابله و جنگ فیزیکی و از بین بردن بدنی نیست. دشمن احتمال داره که جنگ فیزیکی بکنه و بیاد به طرف رو بکشه، مسموم بکنه، بمیره. احتمال داره که جنگ فکری و فرهنگی بکنه، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی، جنگ ها مختلفه. این نسبت به دشمنان عادی. اما دشمن قله خیر، قله کمال، نمود نور و روشنایی و هدایت که امام زمانن، دشمنشون هم در اوج پستی، در اوج پلیدی، زخم خورده از بدو خلقت آدم، شیطانه. مهمترین دشمن امام زمان شیطانه. شیطان خودش، اعوانش، انصارش، از جن، از انس، اینها یک سر نقشه میکشند، برنامه ریزی میکنند. حالا کسی هم که شیطان را قبول نداشته باشه، اما انسی هایی که دشمن امام زمانند
به مختلف طرق به مختلف سبل نقشه دارن میکشن برای از بین بردن امام زمان و جنگیدن با امام زمان. راه‌های جنگ با امام زمان زیاده، اما من به 10 تاش مختصرا اشاره میکنم. اولا به جنگ امام زمان آمدن از نظر فیزیکی، یکی از اسباب غیبت حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف و روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء خوف از قتل. در روایات متعدد آمده که حضرت غیبت کردن چون که او را می کشتند، همان گونه که پدران الطاهرینش را شهید کردند، یا با شمشیر یا با سم. نیت این بود. به همین جهت حضرت حکیم خاتون اون مخدره عظیمه جلیلة القدر هم قرار بود نداند که امام زمانی به دنیا می آید. آثار حمل هم بر نرگس خاتون قرار بود ظاهر نشود که امام حسن عسکری وقتی فرمودن به حکیم خواهرشون که قراره امروز متولد بشه برای من امشب فرزندی، حضرت حکیم خاتون متحیر شدن. از کی قراره به دنیا بیاد؟ خانم هایی که بودن، کنیز هایی که بودن، چون بعضی از ائمه سلام الله علیهم مادرهاشون کنیز بودن که حضرت اشاره کردند از نرجس خاتون. میگه رفتم دیدم آثار حملی نیست، تعجب کردم. با اون جلالت مقام قرار بود حتی حکیم خاتون متوجه نشه. چرا؟ چون که مثل قصه حضرت موسی میکردن، میمدن، میکشتن، شکم را پاره میکردن، میدونستن، خبر داشتن، پیغمبر خبر داده بود. هر انسانی در فطرتش میدونه که یک منجی خواهد آمد و این چیز طبیعیه. همین حالا دانشگاه های در غرب هست، اینها برنامه ریزی کردن، چون که خب احتمال میدن حالا یک عده زیادی از شیعه ها معتقدن امام زمانی هست و ظاهر میشه، سنی ها معتقدن امام زمان به دنیا خواهد آمد، اصحاب ملل و نحل دیگر معتقدن که منجی خواهد آمد. این چیز مسلمه، اصلا فطریه. در فطرت هر شخصی که یک نفری میاد تو همه چیز را اصلاح میده. این دانشگاه های غرب آمدند برنامه ریزی کردند که اگر یک همچین شخصی ظاهر شد ما چطوری با اون بجنگیم. همین الان هست در کشورهای متعدد غربی رشته های متخصص امام زمان شناسی و کیفیت مقابله با امام زمان. خب این نکته اول و راه اول برای جنگ با امام زمان، جنگ فیزیکی از بین بردن بدنی. نکته دوم تکذیب. صاف بیایم منکر امام زمان بشیم، این جنگ فرهنگی فکری، بیایم بیان کنیم نه خیر امام زمانی نیست. از قدیم و الان زیاد بودن کسانی که حالا یا 11 امامی بودند یا اینکه اصلا نه خیر معتقدند که امامی نیست، امام زمانی هم نیست و نخواهد آمد. افراد زیادی هستن، مثلا ابن خلدون با اینکه یک عالم برجسته بوده معتقده به قوت که امام زمانی نیست و در کتاباش مسخره میکنه این فکر را. احمد کسروی مجوسی این منکر امام زمانه، در کتابهای مختلفش هم نوشته و میاد میگه بعد از شهادت امام حسن عسکری، چون امام حسن عسکری فرزندی نداشتن، خب شیعه ها متحیر شدن چیکار بکنن، شیعه ها اون زمان زیاد شده بودن، یه عدشون رفتن طرف جعفر برادر امام حسن عسکری. عثمان ابن سعید که نائب خاص و نائب اول امام عجل الله تعالی فرجه الشریف بود، به گفته این احمد کسروی لعنت الله علیه، این برای این که مردم رو دور خودش جمع کنه، وکیل امام عسکری بوده، وکیل امام هادی بوده، مردم از دستش دور نشن، اومد و ادعا کرد که امام عسکری یک فرزند 5 ساله‌ای داره و اون غائبه و خلاصه به حساب یک دکانی بر خودش درست کرد. منکر وجود، این یکی از راه‌های جنگ با امام زمانه، منکر وجود امام زمان. احمد امین همین الان وهابیت منکر وجود امام زمان هست. امام زمان بله میگن به دنیا خواهد آمد، اما این امام زمان دروغه که تو سرداب رفته، از سرداب در میاد،
در حالی که شیعه ها معتقد نیستن امام زمان از سرداب در میاد. حضرت حجت به سرداب رفتن، سرداب غیبت، بعد هم در جلو چشم سربازان از سرداب بیرون اومدن که خب سربازان میگن ما دیدیم در اومد، فقط این افسرمون، این بلند رتبه ای که مثلا مسئول ما بود دستور نداد که اون رو بگیریم، اون از چشمش غائب شده بودن حضرت و حضرت را ندید به ارادت الهیه، که گفت نه در نیمدن برید، که رفتن تو آب غرق شدن چند تایی و خلاصه حضرت از مکه ظاهر میشن. که همین امن یجیب المضطر اذا دعاه، این آیه مبارکه رو که در صدر کلامم تلاوت کردم، حضرت وقتی در مکه ظاهر میشن دو رکعت نماز در مسجد الحرام میخونن، کمرشون را تکیه میزنن بر دیوار کعبه، این آیه رو تلاوت میکنن امن یجیب المضطر اذا دعاه تا آخر آیه مبارکه، و بعد از اونجا حکومتشون را اعلام میکنن. راه دوم برای جنگ با آقا تکذیبه. راه سوم، و بحث های زیادی هست که من خیلی خلاصه میگم، راه سوم ایجاد شبهاته. این هم یک نوع جنگ فرهنگی و فکریه. ایجاد شبهات میکنن، میگن آقا امام زمان خونخوار است، خون ریز است، انسان شدیدی است که فرزندها و کودکان وحشت دارند. میگن امام زمان تا زانوی اسب خون جاری میشه در کوچه و خیابون ها. هر کس اینو بشنوه میگه خب نیاد، حالا چه عجله‌ای هست بر اومدنش، حالا که داریم زندگیمون رو میکنیم. ایجاد شبهه، القاء شبهه میکنن، و این یکی از حقه های بسیار مؤثر غربی ها و بسیار مؤثر دشمنان امام زمانه. ایجاد شبهه میکنه، تشکیک میکنه در نواب خاص حضرت که نه این نواب دعای دروغ کردند، تشکیک میکنه در دعاهای مربوطه به حضرت، دعای ندبه نیست، این مردم جوانها با دعای ندبه مرتبطه به امام زمانن که هر جمعه اگر موفق باشن بخونن، اما وقتی اومدم تشکیک کردم در دعای ندبه، در واقع این تشکیک در خود حضرت میشه، برمیگرده به حضرت ولو به چند واسطه. تشکیک میکنن در مکانهای مقدسی که مربوطه به حضرته، منتسبه به حضرته. حالا بعضی جاها قطعی است مثل مسجد سهله، بعضی جاها رو انسان میبینه بزرگان دین ما، مراجع مقدس ما مشرف میشدن، اونجا رو طریق برای دعا و تقرب به حضرت میجستن مثل مسجد مقدس جمکران، اما میان تشکیک میکنند که این امامزاده شده، اسمش هم میذارن امامزاده جمکران. حالا شاید یک نفر از دوست است اما دوست نادانه، اینجوری بیان میکنه. حالا اگر کسی استفاده می یا مقام حضرت حجت در کربلا استفاده سوی میکنه، این دلیل نیست که ما یک جایی رو که منتسبه به امام زمانه رو تشکیک درش بکنیم. اگر مسجد مقدس جمکران نباشه، شب جمعه یا شب چهارشنبه، در هر شب چهارشنبه 1,000,000 نفر به اسم امام زمان نمیان اینجا جمع بشن. نکته چهارم، جعل امامان جعلی و دروغی. مردم معتقد به امام زمان هستن، دوست دارن، میخوان مرتبط باشن به امام زمان، منتظر هستن کسی نجاتشون بده، اما این چهارمین راه مبارزه با امام زمان اینه که ما بیاییم این فطرت سالم و پاک اینها را ملوث بکنیم، کثیف بکنیم. یک شخصی بلند شه بگه من امام زمانم، مردم هم به خاطر اون فطرت و اون ظلمی که براشون شده دورش جمع بشن، اما بعدا ببینن نه، آدم منحرفیه، دروغوه. چیه؟ وقتی زده میشه از امام زمان زده میشه، از دین زده میشه. افراد زیادی بودن وقت تو کشورهای مختلف که اینها بعضیاشون یا بهشون نسبت داده شده که امام زمان هستن، یا اینکه حب ریاست داشتن، یا نقشه استعمار بوده، خلاصه اقسام مختلفی بود. ادعای این که ما مهدی هستیم در بعد از غیبت حضرت، مثل محمد احمد سودانی، شخصی بود در سودان، خیلی هم دورش جمع شدن چون تو سودان از قدیم ظلم زیاد بوده، حبابی در اومد دروغی، مهدی محمد مراکشی، علی محمد باب رئیس بابیت،
و این فرقه ضاله بهائیت که از بابیت متفرع شده، اینا آمدن ادعای مهدویت کردند و عده رام جمع کردند و با این راه آمدند و ضربه به تیشه مهدویت زدند، یا تیشه به ریشه مهدویت زدند. این سعودی یک شخصی بوده در حدود قبل از شاید 27-28 سال در سعودی، یک از وهابی های خیلی متعصب که در روایت است که و الناصب و انجس من الکلب، واقعا منطبقه بر این شخص بوده. این ادعای مهدویت کرد، یه عده‌ای را جمع کرد، اومد مکه و مسجد الحرام را در سیطره خودش گرفت. این رفت با سلاح افرادی را کشتن، داخل کعبه شدن، مسجد الحرام را گرفتن و حکومت سعودی هیچ کار نمیتونست باشون بکنه. یه سری هم گروگان گرفته بودن در مسجد الحرام و خب اگر مسجد الحرام رو به توپ ببندن، همون گونه که یزید به منجنیق بس مسجد الحرام رو و کعبه رو خراب کرد، خب این خیلی اعتبارش بد بود با این. و از 30 سال قبل وسائل تبلیغاتی از رادیو و تلویزیون اینها در کل دنیا منتشره، خلاصه عواطف مسلمان ها جریحه دار میشه، شاید در کشورهای مختلف شورش بشه، مطالبه بشه از حکوماتشون برای زدن سعودیه. چه کار بکنن؟ کمک جستن از فرانسوی ها. فرانسوی ها اومدن نقشه مکه را دیدن، گفتن بهترین راه برای از بین بردن این شخصی که ادعای مهدویت کرده، این وهابی و ناصبی، اینه که ما آب باز کنیم، چون کعبه پایینه، آب باز کردن، آب زیاد، و راست جریان برق و الکتریسیته را به آب وصل کردن. تمام این کسانی که در مسجد الحرام بودن با قدرت برق یا کشته شدن یا بیهوش شدن، بقیهشون را هم گرفتن در زندان. این یکی از راه هاست. یکی دیگر از راه ها القول بالمهدویه قبل از ولادت آقا امام زمان. یک عده بودند که ادعای مهدویت کردن قبل از ولادت امام زمان. چرا؟ چون حضرت پیغمبر گفته بودند چه کسی مهدی است، مهدی خواهد آمد که دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد. عده زیادی بودن، حالا شاید بعضی هاشون هم خودشون آدم های خوبی بودن اما بهشون نسبت دادن. مثلا بعضی از جماعت مختار اینجوری که در تاریخ هست، محمد حنفیه را به عنوان الکیس، یعنی آدم زرنگ، به عنوان امام زمان و مهدی موعود قبول داشتن و میخواستن حالا باش بیعت بکنن یا باش بیعت کردن یا چه بود، و مذهب کیسانیه تشکیل شد که محمد حنفیه خودش هم انسان خوب، اما خب اون جماعت اینجوری بهش معتقد، همون گونه که بعضی ها می گفتن امیر المؤمنین خداست که حضرت امیر اونها را گردن زد، غلو کردن. حالا اصلا اینها مدعی شدن که محمد حنفیه امام زمانه. یا زیدیه که معتقد شدن که زید ابن علی ابن الحسین امام زمانه بعد از اینکه کشته شد، ولو اینکه زید انسان خوبی بوده، اما خب یک عده‌ای دیگه رفتند و این مذهب را پیمودن که من عرض کردم شیطانه دشمن اصلی حضرت حجته. خلاصه نقشه های شیطان انسان وقتی بررسی بکنه میبینه مختلف بوده. و یا محمد ابن عبدالله ماخذ که صاحب النفس الزکیه بهش میگن، این هم از کسانی بود که حتی پدرش باش بیعت کرد، اینجوری که در تاریخ هست پدرش عبدالله باش بیعت کرد به عنوان اینکه امام زمانه. خلاصه یا واقفیه تشکیل مذهبی که دادن که امام کاظم نمرده و امام کاظم غیبت کرده و اینه و همون مهدی موعوده. خب این یکی از راه های جنگ با آقا امام زمان قبل از ولادت آقا امام زمان بود. یک عده ای هم برای حب ریاست مثل منصور دوانیقی ادعای مهدویت کرد، با اینکه خودش با این محمد ابن عبدالله محض بیعت کرده بود به عنوان اینکه تو امام زمانی، اما خود منصور دوانیقه هم ادعای امام زمانی کرد. چرا؟ چون اینها در حال جنگ با بنی امیه بودن، میخواستن مردم را جمع کنن به هر طریقی که شده. پسر دوم یزید، حب الدنیا بوده، یزید پسر اولش معاویه، بعد از مرگ یزید لعنت الله علیه معاویه حاکم شد. پسر دومش الان اسمش شد یعنی از ذهنم رفت، این خب توقع داشت که بعد از معاویه ابن یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان این پسر دوم خلیفه بشه، چون معاویه پسر یزید یک ماه حکومت کرد کشتنش. نقلم میشه که مثل یزید نبوده، حالا آدم خوبی بوده یا کمتر بوده بدیش دیگه موکول به تحقیقه،
اما خب کسی که غصب خلافت بکنه و خلافت را نده، به نتیجه این غصب خلافت شکی درش نیست، شاید اقل سوءا بوده از بعضی از خلفای دیگه. خب این توقع داشت بر پسر دوم یزید که خودش خلیفه بشه. عبدالملک ابن مروان هم خودش ادعا کرد خلافت را تلف خودش کشید، این هم دید که بساط خالی شده چیکار بکنه، ادعا کرد که من مهدی هستم که مردم رو دور خودش بلکه بتونه جمع بکنه و دوباره مثلا بر مسند خلافت و در جایگاه پدرش یزید تکیه بزنه. اینها هم یک افرادی بودن از این قبیل. نکته ششم در جنگ و دشمنی با امام زمان نائب خاص درست کردنه. خب نواب خاص حضرت 4 تا معروفن، عثمان ابن سعید، محمد ابن عثمان پسرش، حسین ابن روح، علی ابن محمد سمری قندی. این افراد نواب خاص بودن، اومدن یک عده نواب خاص درست کردن در زمان غیبت صغرا، همین منصور حلاج، حسین ابن منصور حلاج، این ادعا کرد که نائب خاص. عجیبه، پیش سنی ها که میرفت میگفت من سنی هستم، چون اینا دروغگو هستن فقط میخوان ریاست بکنن. پیش شیعه ها که میمد میگفت من شیعه هستم و ادعای نیابت خاصه کرد. شریعی شخصی بوده یا شریعی از اصحاب امام هادی یا اصحاب امام عسکری ادعای نیابت خاص کرد. نمیری از اصحاب امام عسکری بوده، ادعای نیابت خاص کرد. شلمغانی ابن ابی العزاقر، این معروف دیگه، از علمای مهم بوده، شیعه ها اگر قرار بود از کسی تقلید کنن از مثل این تقلید میکردن، شاید بزرگترین عالم شیعه بوده، اما منحرف شد و ادعای نیابت خاصه کرد و اون یکی از راه‌های جنگ با امام زمان بود. بعدش ادعاهای عجیبی میکرد، ادعا کرد که روح پیغمبر در جسد عثمان ابن سعید نائب اول امام زمان حلول کرده، یعنی عثمان ابن سعید دارای روح پیغمبره، روح حضرت امیر در حسین ابن روح حلول کرده، روح حضرت زهرا سلام الله علیها در ام کلثوم دختر عثمان ابن سعید نائب اول امام زمان حلول کرده. یک ادعاهای عجیبی که مردم عوام هم وقتی که ادعای عجیب بشنوند جذب میشن. شما یک شخصی را بیارید، یک سخنوری باشه، از نظر بیان قوت بیان داشته باشه و کلمات ناموزون را با هم مرتب ذکر بکنه، چون بعضی از کانال های تلویزیونی بعضی ها را میذارن به عنوان عارف یا نمیدونم شخص باسواد، چرند میگوید کلمات بی ربط را کنار هم میذاره خیلی قشنگ، وقت این شد فیلسوف بزرگ، عارف عظیم، نمیدونم چه خداشناس. این هم خلاصه شلمغانی هم از این قبیل استفاده، عوام فریبی میکرد، یکی از راه های جنگ با آقا امام زمان بوده. این نکته هفتم، نائب عام درست کردن بر حضرت، و این یک فصل وسیعی است. یک شخصی بیاد ادعای مرجعیت بکنه و بر علیه امام زمان کار بکنه. این توقیعی که در احتجاج هست، در بحار هست، قسمت اولش معروف، همه شنیدند که دلیل بر جواز تقلید مرجع تقلیده، و اما من کان من الفقهاء یا من العلماء، من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. عوام باید از این تقلید بکنن، از این شخص. این تکیه اول توقیع مبارک قطعیه، شکی درش نیست. اما چیزی، این روایت مفصلیه، این یک جزئشه. بعدش حضرت میان اشاره میکنن، میگن گول نخورید ها، و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه. هر کی که گفت من فقیه شیعه هستم، این نیست که مطیع مولا باشه، مخالف هوا باشه، تارک دین دنیا باشه، اینجوری نیست. و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه. بعدش بازم تأکید میکنند لا کلهم یا لا جمیعهم، همشون نیستن ها. بعدش هم بیان میکنند که یهودی ها داخل در دین شدن که دین را از بین ببرند. بعضی شاید از فقها در طول تاریخ، حالا یا بعدن معروف بشن یا معروف نشن،
اینها کسانی بودند که ادعای نیابت عامه امام زمان میکردند و با این حال ضربه زدند، ضربه های مختلف. حالا شخصی نمیاد بگه من نائب امام زمانم و بگه امام زمان دروغه. طبعا میرن رو نکات مهم دین انگشت میگذارند، میاد اشاره میکنه فلان قضیه نیست، حجاب نیست، بوده نمیدونم خدمت شما عرض شد که امام حسین شعائرش دروغه نیست چه. هر کدوم به یک نکته باید مقبول باشه. در روایت از پیغمبر هست که من نمیترسم نه از مسلمون چون اسلامی، از مؤمن چون ایمان حفظش میکنه، نه از کافر چون که کافر معلومه دیگه کسی نمیره کافر، من از منافق میترسم. منافقی اظهار میکنه من با شما جنگم میکنه، ابو سفیان در جنگ ها دوتا چشمش را از دست داد، در جنگ هایی که در اسلام واقع شد، رأس الشرک، جنگم میکنه، نمازم میخونه، های هایم گریه میکنه در نماز شبش اگر کسی باشه، جنگم میره، دوتا چشمش هم از دست میده در یک جنگ، یک چشم، در جنگ دیگر چشم دوم را از دست داد. این خیلی خطرناکه و این یک باب وسیعیه. این هم یک نکته. نکته هشتم، خلاصه راه های مبارزه منفیه. انسان جایگاهش رو از دست بده، مقامش رو از دست بده. اینهایی که در غرب هستن شاید بیشتر مبتلا هستن، کار میکنه پیش بعضی سنی ها، پیش بعضی غربی ها، خلاصه این عقیده رو خرافه میدونن، ارتباط با امام زمان رو. خلاصه این ایزن یکی از راه هاست. راه نهم، تأثیر منفی گذاشتن یا بر خود سمعه و اعتبار امام زمان در نزد عوام الناس. این یکی از راه های خطرناکه. میاد ادعا میکنه شخصی، حالا در تاریخ ببینید در حکومات، من حکومت من از حکومت امام زمان بهتر است، طرفم شیعه است. این یعنی چی؟ یعنی اون مظلومی که در این حکومت بهش ظلم شده چی فکر میکنه؟ میاد میگه اگر این حکومت از حکومت امام، این تشبیه سمعه، این حکومت از حکومت امام زمان بهتره، من نمیخوام حکومت امام زمان رو. یا میگه اگر امام زمان بیاد همونجوری که گفتند، اگر امام زمان بیاد مثل ما میکنه، کار خاص دیگه انجام نمیده. یعنی اگر بیاد فرزند کشور عراق رو بگیره، کشور عراق رو اداره میکنه، به همین وضعی که هست دیگه، کم و زیاد نمیکنه داره. خب مظلوم، مستضعف، اونی که به حقش نرسیده، میگه عجب، بس اگر این امام زمان، حکومت این امام زمان، نمیخوام امام زمانو. واقعا این جوانهایی که انسان میبینه، جوانهای مسلمون، جوانهای شیعه در کشورهای مختلف سرد شدند، تشکیکشون به خدا رسیده، به خاطر تشبیه سمعه هاییست که میشه. یا یک شخص ظالم، یک شخص منافق، یک شخص مخطئ بیاد دفاع از امام زمان بکنه، یا بگه امام زمان بر منه، یا من اقتدای به امام زمان میکنم، یه سجاده پهن میکنه پشته و یه میسی میگه امام زمان. وقتی این شخص ظالمه، مخطئه، مردم به خون ریزی میشناسنش، این تشبیه سمعه یکی از راههای مبارزه با حضرته. و راه دهم، از بین بردن آثاره، نمیتونن با خودش به جنگن. یا اینکه این هم خوب راهیه برای جنگیدن، نمیتونه امام رو متهم بکنه، فرزند امام رو متهم بکنه، متهم میکنه، آثار رو از بین میبرن. چند بار کربلا رو متوکل ها خواستن خراب بکنن در طول تاریخ، چند بار اهانت شد به مقدسات ائمه سلام الله علیهم، بقیع را خراب کردن، آثار اهل بیت را در مکه، در مدینه خراب کردن، مساجد منتسب بهشون، خانه هایی که مرتبط بهشون بود، و آخرین جنایتی که انجام دادن و آخری هم نخواهد بود، منفجر کردن مرقد مطهر امامین عسکریین و خانه مبارک آقا امام زمانه، علت هجوم به سامر را و منفجر کردن سامر را این بود که خانه‌ای که امام زمان در آن به دنیا آمدند، خانه‌ای که در آن بزرگ شدند، خانه‌ای که در آن پدر بزرگوار و جد بزرگوارشون بوده را منهدم بکنند. همین اثر نباشه،
اینها بله با در و دیوار هم جنگ دارند، در و دیواری که بوی امام زمان بده. گفت امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذا الجدار و ذا الجدار و ما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا. اگر مجنون میره در و دیوار رو میبوسه، در و دیوار رو نمیخواد. آن کسی که در این در و دیوار سکونت کرده، بویش از این در و دیوار صادقه. اگر شما میرید زانوی ادب میزنید در مقابل آقا سید الشهدا، عتبه در را میبوسید، پیشونی را میگذارید بر عتبه در، این عتبه مگر چیه؟ شیخ انصاری مرجع اعلا بود، یک وقتی کربلا اومد، خب طبعا وقتی مرجع داره حرم میره، یک مشطلبه، علما، فضلا، خطبا دورش میشن، میرن. ملا آقای دربندی با شیخ انصاری داشتن داخل حرم حضرت عباس میشدند. حضرت ملا آقای دربندی به شیخ گفت آقای شیخ انصاری، شما مرجع اعلای طائفه هستید، ببوسید عتبه در حضرت عباس رو. تا اینکه این طلبه ها، چون که خیلی هاشون این طلبه ها درسته شاید درس خونده اما معرفت نداره، تا این طلبه ها یک مقداری خلاصه احترامشون، معرفتشون به حضرت عباس بیشتر بشه، که حضرت عباس شیخ اعظم انصاری عتبه بوس اوست. شیخم خم شدن عتبه در حضرت عباس رو بوسیدن. حالا شایدم اگر ملا آقا نمیگفت همین کارو نیت داشتن. وقتی شیخ بلند شد با صدای شاید بلند که عده شنیدن غیر از ملا آقا، گفت من عتبه در حضرت عباس رو نبوسیدم، من جای پای زوار حرم حضرت عباس رو بوسیدم. اینجوری مقامات اهل بیت بلنده. وقتی یک همچین جسارت عظیمی در سایه یک حکومتی که ادعای تشیع میکنه و تا الان ساختنش تکمیل نشده، چند سال گذشت از سامر را، تا الان هنوز تکمیل نیست، در حالی که اگر یک انسان یک مشروع تجاری داشته باشه، یک ساختمان تجاری بخواد، بعضا در عرض 6 ماه یا یک سال تکمیل میکنن، چه برسه به این مقام شامخ. لذا یکی از وظایف ما اینه که واقعا اولا در دل ناراحت باشیم، چون یکی از مراحل دله. اگر هم کاری ازش بر نمیاد، نمیتونه مقاله‌ای بنویسه در دفاع از سامر را و جریمه سامر را با ساخت حرم پاک نمیشه ها، این ادامه داره. پس این فصل دوم، دشمن و راه‌های مبارزه. فصل سوم، دوستان نادان. من فقط به همین روایت اشاره میکنم و کلامم را تمام میکنم. ابو بصیر اومد پیش امام صادق، من خود روایت رو بخونم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، این دوستان نادان، جعلت فداك متى الفرج، بر چی ما میخوایم امام زمان بیاد؟ برید سوال کنید، ورقه چاپ کنید، همه پرسی از مردم که شما چرا میخوای امام زمان بیاد، چی میگن؟ برای اینکه دنیا پر از عدل و داد بشه. اینجا حضرت صادق به همین اشاره میکنه، میگن تو دوست نادانی، امام زمان رو میخوای تو دنیا پر عدل داد بشه، یعنی امام زمان رو میخوای برای راحتی خودت، این معناشه دیگه. ابو بصیر میگه قلت لأبی عبدالله علیه السلام جعلت فداك متى الفرج، کی فرج میشه؟ فقال یا ابا بصیر، حضرت ابو بصیر از علما بوده، از بزرگان، از شاگردای خاص حضرت بوده. حضرت می فرمایند یا ابا بصیر و انت ممن یرید الدنیا، توی فقیه عالم هم دنیا طلبی، یعنی سوال به صورت سوال استفهام، یعنی حضرت را می خوای تا اینکه به دنیا برسی راحت بشی، ظلم تموم بشه راحت بشی. بعدا حضرت می فرمایند من عرف هذا الامر فقد فرج الله عنه لانتظاره، کسی که این امر را بدونه به خاطر انتظارش خدا فرج میکنه.
ما نخواهیم امام زمان ظهور کنند تا اینکه ما راحت بشیم. امام زمان ظهور کنند تا اینکه محبوب که امامند راحت بشند. من یجیب المضطر. حضرت الان در حالت اضطرار هستند. ظهور بکنند وقت اذا دعاه میشه بعدش میشه و یکشف السوء. سوء پدیها، پلیدیها، بدیها، تمام اموری که سوء است و سوء بر دل آقا امام زمانه، ناراحتی های آقا امام زمانه، این باید برداشته بشه که خلاصه مهم اینه که اون فرح محبوب باید بر ما مهم باشه. و انت ممن یرید الدنیا، یعنی تو منتظر فرجی تا اینکه مثلا گفت اومد، یه روایت لطیفی هست، اومد به حضرت گفت که کی خلاصه فرج میشه، حضرت گفتن بر چی، گفت برای اینکه راحت بشیم، حضرت گفتن اگر فرج بشه راحت بشید، تو نهار توی روز باید زحمت بکشید، در شب هم باید قیام بکنید، فکر کنید امام زمان بیان راحت میشه، تازه اول کار، اول تأسیس حکومت عدل الهیه. به نتیجه حالا مهم اینه که انسان منتظر باشه، آمادگی روحی داشته باشه، آمادگی عملی داشته باشه. آمادگی عملی مثل اون شخصی که منتظر مهمونه سفرش پهنه، مثل اون کشاورزی که منتظر بارونه، هر روز میاد به آسمون نگاه میکنه کو بارون چی شد. آمادگی باید عملی باشه. و این روایت را حضرت صادق فرمودن کسی که من سره ان یکون من اصحاب الامام الحجه، به اون لفظ خاص، فلینتظر، اول انتظار، ولیعمل بالورع، ورع یعنی خود کنترلی، ورع داشته باشه، و محاسن الاخلاق، ورع محاسن اخلاق. تو از اصحاب امام زمان میشی. من سره ان یکون من اصحاب الامام فلینتظر ولیعمل بالورع و محاسن الاخلاق و هو منتظر. دوباره تأکید میکنن دو نکته رو گفتن، ورع خود کنترلی، محاسن اخلاق، اخلاق نیکو داشتن، دو طرفش هم انتظاره. یعنی تو باید در ابتدا منتظر باشی و در انتها ایضا منتظر باشی. فرزندانمون هم باید تربیت کنیم بر حالت انتظار و حالت براءت از دشمنان، چرا که بسیاری از بزرگان فرزندانشان منحرف شدند. همین الان ببینید یک عده‌ای که شاید مثلا اسمشون روشن فکر باشه، آخوند بوده، معمم بوده، مدافع امام زمان بوده، اما منحرف شد، یک سری بدی ها رو دید، در روحیش تأثیر گذاشت، از امام زمان منحرف شد. چرا؟ چون حالت براءت از دشمنان و حالت محبت دشمنان شاید اونطور که باید در قلبش نفوذ نکرده بود. خداوند انشاءالله ما را از کسانی قرار بده که در زیر پرچم آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و در محضر ایشون باشیم و انشاءالله حکومت عدل الهی را که حکومتیه که خود آقا میخواهند ببینیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.